کرد به شما همه چشما به فیلادلفیا هست، جایی که خبرنگارهای ما هم اونجا حضور دارن. خشایار جنیدی همکارم به فیلادلفیا رفته، جایی که به نظر میرسه که در بین آرای پستی آقای بایدن احتمالاً میتونه اختلاف خودش رو در پنسیلوانیا با آقای ترامپ بیشتر بکنه، اختلافی که الان به چیزی حدود 29,000 رأی رسیده. بنابراین امروز با پنسیلوانیا با 20 رأی کالج الکترال یکی از مهمترین ایالت‌هایی هست که باید نگاهمون بهش باشه، به خصوص بر روی نقشه‌ای که کیوان حسینی داره برامون. او اینجاست تا آخرین اطلاعات رو بهمون بده. کیوان، بهمون بگو که توی این یکی دو ساعت گذشته چه اتفاقایی افتاده. از نظر شماره شعارها اتفاق خارق‌العاده‌ای نیفتاده، اما خبرهای بیشتری هست در ارتباط با روند انتشار اخبار مرتبط به شماره شعارها در برخی از این ایالت‌ها، از جمله همین پنسیلوانیا و فیلادلفیا. برخی از مقامات محلی شهر فیلادلفیا برخلاف اون چیزی که در سطح مقامات ایالت ابراز امیدواری کرده بودند که امروز شاید بشه به نتیجه روشنی رسید، در فیلادلفیا هم تو که می‌دونی برخی مقامات محلی ابراز تردید کردند که چه بسا شمارش آرای اونجا برای چند روز هم طول بکشه. پاسخ در واقع سوال بزرگی که رسانه‌ها به دنبالش هستن این هستش که آیا فاصله دو نامزد به حدی خواهد رسید که مسئله بازشماری اتوماتیک رو بشه به عنوان یک عامل در نظر گرفت که نتیجه تغییر بکنه، یا نه که بشه آقای بایدن رو به عنوان برنده پیش بینی کرد، یا نه که همچنان نمیتونیم به اون سوال بزرگ در این لحظه جواب بدیم. ولی در ارتباط با آریزونا خبر مهمی که اومد این هستش که در ساعت 11 به وقت محلی، 11 صبح روز شنبه به وقت محلی که میشه 5 عصر ما، اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 عصر ما و 8-9 شب تهران و کابل، یک به روزرسانی مهم در آریزونا اتفاق خواهد افتاد. اگر آریزونا رو بزنیم می‌بینیم که در اونجا میزان آرای شماره شده در حال حاضر و در آخرین به روزرسانی 95% بوده. ابراز امیدواری کردند که در این به روزرسانی چه بسا به در واقع جایی برسه نزدیک به 99 یا حتی 100% که رسانه‌ها این امکان رو داشته باشند که برنده آریزونا رو پیش بینی بکنند. یادآوری بکنم که تو آریزونا قبل از اینکه بری یا رفتی بذار یه نگاهی بکن. آریزونا ایالتیه که 20 سال هست که به رئیس جمهور دموکرات رأی نداده، اما در حال حاضر آقای بایدن جلو هست در رقابت. آیا میدونیم که آرای غیر حضوری در این منطقه چقدر بوده؟ چیزی اطلاعی؟ بله، اتفاقا جزئیاتش در اونجا هست و از جمله ایالت‌هایی هستش که در بیشترین در واقع گروه آرای غیر حضوری قرار میگیره. 85% واقعا رقم زیادی هست نسبت به کل ایالت‌های دیگه. اگه بخوای مقایسه بکنیم نشون میده که گروه بزرگی از مردم از این روش استفاده کرده بودند و در میانشون این روند هم در واقع در بسیاری از ایالت‌های مختلف ما دیدیم که دموکرات‌هایی که از آرای غیر حضوری استفاده کردند به شکل قابل ملاحظه‌ای از جمهوری خواهان بیشتر بوده، که این هم چیز عجیبی نیست به خاطر اینکه آقای ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش تاکید داشت و از هوادارانش خواست که به شکل پستی رأی ندن و به شکل حضوری رأی بدن، و اتفاقا این هوادارانی که حالا رفتن غیر حضوری رأی بدن چه واسه به خاطر شیوع بیماری کرونا و نگرانی‌های از این دست شاد کسانی بودند که بیماری‌هایی داشتند و براشون راحت‌تر بوده. و به هر دلیلی به هر حال تعداد دموکرات‌هایی که غیر حضوری رأی دادن در سراسر کشور ایالات متحده بسیار بیشتر است. یکی دیگه از ایالت‌هایی که در ارتباط با انتشار آمار میتونیم بگیم که یک خبر دیگری داریم نوادا. در نوادا هست که مقام‌های محلی وعده دادند که از این پس حتماً دو بار در روز به روزرسانی بکنند. می‌دونیم که در ایالت نوادا، من فکر می‌کنم که خود تو که در شب انتخابات وقتی به پایان رسیدی بخش پوشش خبرهای جلوی دیوار رو از اینجا داشتی می‌رفتی، 85% آرا شمارش شده بود، شاید یکی از آخرین خبرهایی بود که خودت اینجا گزارش کردی. از اون روز تا حالا در واقع نزدیک به 4 روز گذشته و تازه رسیده به 91%. و جالبه که بقیه ایالاتی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم مثل پنسیلوانیا، جورجیا و همین آریزونا بین 95 تا 99% آرا شمارش شده، اما نوادا همچنان روی 91%. الان چند روزیه که حداقل 2 روزیه که مونده و خیلی آروم میره بالا. یعنی در این حدی که دست کم خود من الان که صحبت این رو کردن که در غروب امروز به وقت لندن و شب به وقت تهران و کابل به روز رسانی خواهند کرد،
انتظاری که در ذهن من شکل گرفته اینه که دوباره این بشه مثلا 92 93 یه دفعه نخواهد شد 99. فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته، چون در این در واقع سه روز همینطوری 1% 1% از 85 رسید به 91. اما فاصله آقای بایدن و آقای ترامپ از 85% تا 91% به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. دوباره یادآوری بکنم، فکر می‌کنم آخرین بخشی رو که تو پوشش دادی اونجا تقریبا فاصله شون 6000 رای بود، الان رسیده تو همین 6% به بالای 20000. اونم به خاطر همون آرای غیر حضوری. ببینیم اینجا اوضاع چجوریه، چقدر رای غیر حضوری 76% که بسیار بالاست، خیلی زیاده. یعنی و همونطور هم که میبینیم حداقل کسانی که به صورت ثبت نام شده در واقع به آقای بایدن رای دادن دموکرات هستن 55% و به آرای جمهوری خواه 43%. خیلی زیاده و احتمالا هم این ایالت ها آمادگی این تعداد یا این حجم آرای پستی رو نداشتن برای شمارش. اینطوری نشون میدن که بسیاریشون وقتی که رقابت نزدیک هست تنها دلیلی که نتونستن خیلی زود به جایی برسونن وضعیت رو که رسانه‌ها بتونن پیش بینی بکنن آرای غیر حضوری بود. اما همه ایالت‌ها برای آرای غیر حضوری برخورد مشابهی نداشتن. برخیشون پیش بینی‌هایی رو انجام داده بودن و میدونیم که قوانین مرتبط با شمارش آرای غیر حضوری در پارلمان‌های محلی تصویب میشه و فرمانداران هم میتونن درش در واقع در تصمیم‌گیری‌هاشون نقش داشته باشن. در جاهایی مثل فلوریدا تغییراتی انجام دادن و شروع کردن زودتر باز کردن پاکت ها. قوانینی وجود داره مثل مثلا همین ایالت نوادا و یا ایالت های سرنوشت ساز منطقه در واقع ایالت های زنگ زده، ایالت های سابقا صنعتی، که حق نداشتن مقامات محلی حتی تا پایان رای گیری پاکت ها رو باز بکنن در برخی از این ایالت ها. فلوریدا هم چنین قانونی داشت، تغییرش داده بود و خب بعضی جاها پیش بینی کردند که این زیاد خواهد بود، شاید ما بتونیم به محض اینکه آرا میرسه شروع کنیم به شمارشش. و این تغییرات باعث شد که تفاوت خیلی قابل ملاحظه ای بین شمارش آرا توی ایالت های مختلف در ارتباط با آرای غیر حضوری شکل بگیره. و همین هم بود که دقیقاً تا صبح روز انتخابات که من اینجا بودم در ویسکانسین و میشیگان آقای بایدن عقب بود و در یکی دو تا از این ایالت ها فاصله تا 600,000 700,000 تا حدود 700,000 هم رفته بود، ولی بعد از آمدن اون رای های پستی به معادله همه چیز تغییر کرد. که من خیلی این انتخابات دو نفر نزدیک هستند با هم دیگه، در بسیاری از ایالات واقعا شانه به شانه داره پیش میره، اما در رای کلی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آقای بایدن چیزی بیش از 4 میلیون بیشتر رای آورده و تعداد آرایی که به دست آورده الان اگر نگاه بکنیم 74 میلیون و 70 میلیون و حدود 200 نزدیک 4 میلیون و 200 هزار رای آقای بایدن بیشتر داره در یک و 94% آرا هم شمرده شده. اونم خوب شد که متوجه شدید دقیقاً چه 6% کل آرا هنوز مانده که داره در زیادی البته دقیقاً که داره در همه ایالات هم شمرده میشه، تنها محدود به اون ایالاتی که انجام. این به ما چی میگه؟ چه تصویری میتونیم از این بگیریم؟ بله، این رقم اگرچه الان دیگه همه بینندگان ما احتمالاً دیگه تا اینجا میدونن که رقمی نیست که برنده رو تعیین بکنه، اما چندین در واقع نشانه میتونه باشه برای بررسی اتفاقی که در این انتخابات افتاده و چه بسا مجبور بشیم برای نتیجه گیری های نهایی صبر کنیم تا 100% کامل بشه. اولین و مهمترینش این هستش که اصولاً آیا آقای بایدن اونطوری که وعده داده بود اون موج آبی رو شکل داده یا نه. تا همینجا که انتقادهایی میشه مبنی بر این که یا تحلیل‌ها و تفسیرهای از این دست که چه بسا موفق نشده این موج آبی رو اون شکلی رو که به اون شکلی که چه بسا برخی پیش‌بینی می‌کردند رخ بده، شاید در پایان این شمارش آرا تصورات تغییر بکنه. تا همینجا هم فاصله 4 میلیون رأی آقای بایدن و آقای ترامپ نشون میده که به هر حال بخش زیادی از نظرسنجی‌هایی که در ارتباط با جلو بودنشون در سطح ملی انجام میشد درست بوده. با همون در واقع فاصله‌ای که تا اندازه پیش بینی میشد داره همین اتفاق میفته. این فاصله الان 3% در اینجا و پیش بینی میشه که وقتی این درصدها به پایان برسه این 6% نهایی هم شمرده بشه چه بسا این به 4% بیشتر هم بشه. اگر... هستش که یه لحظه من فقط اینو سریع بگم چه بکنم، تو هم از اون طرف از کالیفرنیا میتونی بگی، اینا ایالت‌های پرجمعیتی هستن که دموکرات رأی میدن و در اینجا 83% شمرده شده. و اگر خیلی سریع نگاهی به کالیفرنیا هم بندازی میبینیم که یک ایالتی که پرجمعیت ترین ایالت کشور آمریکا هست هنوز 20% آراش مونده و خب قابل پیش بینی است که همچنان مقدار زیادی بر آرای کلی آقای
بایدن افزوده خواهد شد. در مورد نظرسنجی‌ها که صحبت کردی، اگه خیلی سریع مثلا بخوایم به یکی از این ایالات اشاره بکنیم که در اونها نظرسنجی درست در نیومده، در مورد تعداد کل فکر می‌کنم در نهایت احتمالاً نظرسنجی‌ها درست تشخیص دادن، یعنی ولی در مورد نظرسنجی‌های ایالتی به نظر میرسه که در خیلی از این ایالات درست نبود. نظرسنجی‌ها در برخی شکست‌های بزرگ و در یکی دو جا موفقیت‌های بزرگ هم داشتن. نظرسنجی‌ها به طور کلی در تک تک این ایالت‌ها اونقدر مهم نیست. شما اگر نیویورک رو پیش‌بینی کردید که دموکرات‌ها می‌برن یا کالیفرنیا رو دموکرات‌ها می‌برن، که مشخصه. این موفقیتی محسوب نمیشه. موفقیت و شکست در جاییه که در واقع رقابت نزدیک بوده. شکست بزرگ من می‌تونم بگم در ایالت فلوریدا برای نظرسنجی‌ها اتفاق افتاد که در همین فاصله که هرچی بیشتر آرا شمرده شده، فاصله آقای ترامپ از آقای بایدن به 3% رسیده. حالا بریم در نظر 400 هزار رأی فکر کنم. بله بله. می‌بینید در اینجا پیش بینی می‌شد که آقای بایدن نزدیک به 1% بیشتر رأی بیاره. این یکی از شکست‌های بزرگ این دوره بود که نه تنها آقای بایدن برنده نشد، بلکه آقای ترامپ با فاصله قابل اطمینانی برنده شد. دومین شکست بزرگ در اوهایو، یکی دیگر از ایالت‌هایی که در واقع از این دست به اون دست میشه در حزب دموکرات، اینجا 8% 8% آقای ترامپ پیش هست. ببینیم در نظرسنجی ها پیش بینی میشدش که آقای ترامپ با فاصله بسیار کمتری برنده بشه و به هر حال رقابت بسیار نزدیکی در واقع اینجا پیش بینی کرده بودن، در حدی که چه بسا دموکرات ها امیدوار شده بودن در آخر بتونند حتی پیروز هم بشن، ولی این اتفاق نیفتاد و این ایالت با در واقع فاصله قابل توجهی به آقای ترامپ رای داد. موفقیت بزرگ در آریزونا اتفاق افتاد، یک ایالتی که سالهاست داره جمهوری خواه رای میده، انتظارها این بود که جمهوری خواه توش موفق باشند. نظرسنجی ها قبل از انتخابات پیش بینی کردند که رقابت بسیار نزدیک هست و آقای بایدن پیش خواهد افتاد. بسیاری براشون سوال میشد وقتی این نظرسنجی ها منتشر میشد که چطور ممکن هستش که در ایالت آریزونا آقای بایدن موفق بشه، آقای ترامپ رو شکست بده با توجه به سابقه دیرینه این ایالت. اما در نهایت میبینیم که کم و بیش همونطوری که در نظرسنجی پیش بینی شده بود با فاصله اندکی آقای بایدن از آقای ترامپ. مطمئنم که بعدها که میگذره عملاً تحلیل های خیلی زیادی روی این دیوار میشه داد، از جمله این که واقعا جای تعجب داره رئیس جمهوری که اوهایو رو برده، چندین ده هست که رئیس جمهوری که اوهایو رو میبره در نهایت در طول شب فردا میشه گفت که او رئیس جمهوره، ولی این بار حداقل بر اساس اون چه که داریم ما ریاضی بهمون میگه تا اینجا این اتفاق نیفتاده. ممنونم ازت که با ما باز هم در طول شب، در طول روز و شب امروز و فردا به تو باز خواهیم گشت با دیوارت و برمیگردیم باز سر میز برگردم تا براتون بگم که بیشتر از این چه چیزهایی داریم، برای اینکه امروز باید با ما باشید. طولانی شدن روند شماره شعارا و همینطور اعلام نتایج در انتخابات آمریکا همونطور که میدونید در شبکه‌های اجتماعی هم دستمایه طنز شده، هم در دنیا و هم در ایران، از گذاشتن صدای شخصیت‌های سریال‌های ایرانی روی رئیس جمهوری آمریکا تا استفاده شرکت‌ها و تیم‌های فوتبال از طنزهای انتخاباتی. گزارش زده همکارم پرهام قبادی که با هم ببینیم. طولانی شدن اعلام نتیجه انتخابات آمریکا بازار شوخی را داغ کرده. از گذاشتن موسیقی ایرانی روی رقص‌های دونالد ترامپ تا تلفیق صدای تلویزیون دولتی ایران با تصاویر گزارش‌های شبکه‌های آمریکایی. با حضور در پای صندوق‌های رأی بار دیگر شکوه همدلی و وحدت رو به نمایش بگذارند. چرا چه چیز باعث میشه شما برای تکلیف شرعی با انجام کوتاه کردن دست اجنبیان و مستکبری، همچنین گذاشتن صدای شخصیت سریال پایتخت روی تصویر رئیس جمهوری آمریکا. من باختم، بعدم باختم، من آبروی شهر من بردم، سقف من رو سر من خراب شده. نقی محمودی که بازی برده را باخته بود، کنایه به تغییر تدریجی نتایج به ضرر آقای ترامپ. البته آقای ترامپ نه تنها در آمریکا که در میان ایرانی ها هم طرفداران زیادی دارد. خدایا ترامپو خوبش کن، من از این سر دنیا برات دعا میکنم پیش خدا. ترامپ خدا خوبت کن، خودت و خانم خوشگلت. دعا برای بهبودی حال رئیس جمهوری آمریکا وقتی به کرونا مبتلا شده بود. برای اینکه روزی برسه امیدوارم این شر ها را از سر ما بکنه. وقتی ترامپ وسیله الهی
اصلاحی باشه. ضرباهنگ کند شمارش آرا در ایالت نوادا نسبت به سایر ایالات هم دستمایه طنز شده. از شود که برخی هم با این صحنه از سریال نونخه مقایسهش کردند. آقا خدا بده برکت. خدا برکت. خدا برکت بده آقا نونخه. خدا برکت. 89 ایشود 90 توزه رزید گردنه زده بود. ژیلابنی یعقوب خبرنگار ایرانی هم با کنایه از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 یادی کرده. چند روز شمارش آرای یک ایالت تموم نشده. سال 88 بعد از چند ساعت هم آرا رو شمردند، هم کتکمون زدند و چند ساعت بعدش هم توی زندان بودیم. اما شوخی‌های انتخاباتی فرصت مناسبی برای تبلیغات آنلاین هم هست. مثل رایانر، شرکت هوایی که بلیط‌های ارزان قیمت دارد. چهره مردی که ممکن است دیگر به هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا دسترسی نداشته باشد و مجبور باشد با هواپیمای معمولی سفر کند. نگران نباش اریک، دفعه بعد که اومدی اروپا ما پروازهای 9 پوند و 99 پنسی داریم. طنزها به دنیای ورزش هم کشیده. تیم فوتبال ساوثهمپتون چون با یک بازی بیشتر در صدر جدول است، به شوخی گفته شمردن را متوقف کنید. اشاره‌ای به توییت دونالد ترامپ که از شمارش آرای پستی عصبانی است و خواست دیگر آرا شمرده نشوند. خبرنگار عرب تبار واشنگتن پست با گذاشتن این عکس نوشته عرب منتظرن ببینن کی پیروز انتخابات میشه تا به کشور بعدی در خاورمیانه حمله کنه. شهروند آمریکا که میخوای رای بدی پیغام دست انداز و گوش کن. برای مردم ایران تاثیر تحریم‌های بی سابقه آمریکا در 3 سال گذشته باعث تورم و افزایش حدوداً 10 برابری قیمت ارز بوده. چیزی که دستمایه طنز در آهنگ گروه دست انداز شده. اقتصادمون تو هوا، دیگه خسته شدیم به خدا، دیگه خسته شدیم به خدا، حتی برای خرید گوشی باید منتظر بمونیم. نمیگم به کی رای بدی، چون فقط میخوام که تو اینا بدونی. نتیجه قطعی انتخابات هنوز مشخص نیست، اما آنچه مسلم است رأی مردم آمریکا بر زندگی ایرانیان تأثیر میگذارد. نمیدونی که چرا بیشتر از خودت توه اثر رأیت رو ما. ای پیتر آلیس نگاه، اینجا با دست به دعا چی میشه تو آمریکا. پرهام قبادی، بی بی سی. فرهنگ تغییرزاده همکار ما که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال میکنه و حتما زودتر از ما همه این ویدیوهای خنده‌دار رو دیده. فرهنگ از کدومشون بیشتر خوشت میاد؟ من از همه‌شون لذت بردم. حالا این آهنگی که آخر گزارش پرهام بودم خیلی همچین ریتم شاد و خوبی داشت، با اینکه مضمون تلخی داره و زندگی واقعی مردم هست در ایران، ولی خب ممکن بعضیا باهاش هم سرکو داریم میری توی مصاحبه. حالا بگو از شبکه‌های اجتماعی. می‌خواستم برم از این لینکی بزنم برم شروع کنم اون چه که در شبکه‌های اجتماعی داره میگذره. توجهشون بسیار زیاد هست. چند روزه که این داستان ادامه داره، کاربران ایرانی دارن نگاه میکنن به ماجراها ریز به ریز، حتی نقشه که مثلا کیوان هم نشون میده یا خودت هم در موردش صحبت میکنی روزانه در بخش خبر، خیلی ها بهش اشاره میکنن، میگن که ما جغرافیمون حتی بهتر شده در این روزها، میدونیم که ایالت‌های مختلف آمریکا الان چه نامی دارن. ممکنه در سال‌های گذشته باز به پیچیدگی انتخابات در آمریکا توجه کرده بودن، ولی امسال براشون که ملموس‌تر شده و توجهشون بیشتر شده. 4 سال دیگه دوباره همش رو یادشون میره. من بهتون قول میدم 4 سال یه بار که من این انتخابات و نقشه‌شو میگم دوباره باید برم همه رو چک کنم، چون واقعا پیچیده است. حالا این پیچیدگیش هم البته بعد خود خبرنگارها هم بهش اشاره میکنن که حتی ممکنه که انقدر پیچیدگیش زیاد باشه که خود خبرنگارها هم برای اینکه خبر درست رو بخوام مخابره کنن هم باید دقت بیشتری داشته باشن و هم وقت بیشتری رو میذارن برای اینکه بخوان ازش خبرسازی درستی رو انجام بدن. بریم سراغ توییت ها. حسین رزاق یه توییتی کرده و اشاره کرده به اینکه چقدر ایرانی ها دارن توجه میکنن به انتخابات آمریکا و داره میگه که تعداد ایرانی هایی که فقط انتخابات آمریکای 2020 رو در گوگل سرچ کردن از شرکت کنندگان در انتخابات مجلس انقلابی هم بیشتره. یه سری دیگه از کاربران به قیمت سکه و طلا در ایران و همطور ارز دارن اشاره میکنن که با خبرهایی که داره منتشر میشه این نوسان ادامه داره، الان پایین تر اومده. یکی از اونها نیلوفر حامدی هست که به این قضیه اشاره
کرده و همینطور البته گفته که آقای ربیعی از پایان فشار حداکثری و تجربه اقتصاد بدون نفت نوشته، اما نگفته که مردم ایران در چند سال چه کشیدند و داره به نوعی اشاره میکنه به اون فاصله‌ای که همچنان بین دولت ایران و مردم وجود داره، از نظر اینکه به نظر بسیاری از دولت مردان اون چه که برداشت میشه در ایران شکست ترامپ قطعی هستش و پیروزی بایدن رو اونا دارن پیش بینی میکنن. برای همین مشخصا در صحبت‌های آقای روحانی میشه برداشت کرد از اینکه به نظرش فشارهای حداکثری تموم شده. همین مایه دستمایه انتقادهای بسیاری از طرف منتقدان روحانی شده این روزها و دارن به این اشاره میکنن که دولت روحانی با وارد کردن ارز بیشتر از فروش بشکه‌های نفتی داره بازار رو آماده می‌کنه که بخواد شرایط رو برای مذاکره با آمریکا و بایدن مهیا کنه. مشخصا علی قلحکی همچین مسئله‌ای رو اومده اشاره کرد. خود همین هم به انتقادهای از طرف اصلاح طلبان منجر شده و به خود آقای علی قلحکی هم بسیار تاختن در درون توییتر. هشتگی رو انداختن منتقدان دولت ایران، مشخصا آقای روحانی، اونهایی که نزدیکتر هستن به نگاه اینکه برجام نباید اصلا انجام می‌شده، مذاکره نباید با آمریکا بکنن. هشتگی رو انداختن که اگر بایدن رای بیاره، حالا دارن به مسائل مختلف اشاره میکنن، حتی بازی با عکس‌هایی هم کردن که از طرف دولت ایران مثلا منتشر شده در مراسم مختلف. مثلا این عکسی که با هم دیگه ببینیم یه عکسی هستش که آقای روحانی با دولت خودش گرفته و مثلا حضرت ماه یک کاربر توییتر هستش گفته اگه بایدن رای بیاره کی حاضره باهاش همکاری کنه، که خب به طنز همچین عکسی رو به منتشر کرده. باید بگم که خبرنگارها هم هستن که دارن به این نگاه متفاوت دولت مردان و اصلاح طلبان در مقابل منتقدان اصلاحات دارن در ایران نگاه میکنن. و مثلا فرید مدرسی در توییتی گفته که پیروزی بایدن تأثیری بر نقش اصلاح طلبان در سیاست داخلی و انتخابات 1400 نمیذاره، به خاطر اینکه اونها از حد اقل ها بی‌بهرند، گفته نه آمادگی درونی دارن نه فضای بیرونی براشون مهیاست. بعد اومده در مقابلش گفته که اما مخالفان اصلاح طلبان برای تخریب اونها و خودشون هم برای اینکه امیدبخش کاذبی به هوادار نشون بدن به رواج این تحلیل غلط نیاز دارن. یعنی دو طرف دارن از این قضیه استفاده میکنن برای نفع به قول برخی از خبرنگارها شخصی داخلی. مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی ایران هم در توییتی اومده نگاه کرده به وضعیت داخلی ایران و گفته که به نظرش اومده که اگر که بایدن انتخاب بشه مشکلات سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران اصلا حل نمیشه. این رو آقای حسین کرمانپور توییت کرده و گفته که فقط در صورتی مسائل داخل ایران حل میشه که یک جو عقلانیت همه جانبه وجود داشته باشه، یک جو انصاف انعطاف سیاسی وجود داشته باشه، یک جو همت عمومی، مدیریت یک پارچه، ژرفندیشی و ایران دوستی واقعی و یک جو مردم دوستی واقعی و یک جو انسانیت تمام عیار. من میخوام فقط یه نگاه کلی کنم، جمع‌بندی کنم به اینکه نگاه کاربران در دستبندی که چرا ترامپ و چرا بایدن در توییتر دارن در موردش صحبت میکنن چطور هست. یه سری دارن میگن که اکثریت ایرانیان میهن دوست دوست دارن ترامپ قبول نشه، یا دوست دارم ترامپ پذیرفته نشه. اینو من دارم از قول یک توییتی میگم. میگن که برخی از واکنش‌های بدنه دولت ایران داره این طور نتیجه رو میده به مخاطبان یا اونهایی که دارن دنبال میکنن که اونها طرفدار بایدن هستن، یا برخی هم به خاطر ترس از مذاکره با بایدن اصلا مخالف بایدن هستن که برنده بشه. یه سری دیگه هم که برخی مثلا میگن که اونها افکار براندازانه دارن یا مخالف حکومت ایران هستن، منتظر این هستن که رژیم تغییر کنه، طرفدار ترامپ هستن. در طرفش در داخل ایران هم بعضی ها هستن که تندروهای ایران تلقی میشن طرفدار ترامپ هستن. این دستبندی رو میشه برداشت کرد از آنچه که واکنش ها تو شبکه‌های اجتماعی هست. مخاطبان ما ولی چی دارن میگن؟ اونها هم دارن پیوسته خبرها رو دنبال میکنن و برای ما صدارشون رو فرستادن، نظرشون رو گفتن، هم از این که چرا بایدن رو دارن انتخاب میکنن، چرا نظرشون روی ترامپ مثبته، و واکنش هاشون به صحبت های مسئولین ایران، مشخصا آقای روحانی. اینو با هم دیگه ببینیم. به نظر من ترامپ چاره‌ای جز این که ادعای تقلب بکنه نداره، برای اینکه خودش هم میدونست که شانسی نداره. اینو از سفرهای روز آخرش به ایالت‌های مختلف میشد فهمید و این فشاری که روش بود.
علاوه بر ترامپ، اکثر همپیمانانش هم میدونستن که اون شانسی برای بردن نداره. یه نکته در رابطه با ایران میخوام بگم، این که مردم منتظر هستن که یه پرزیدنتی که با طالبانی که یه عالمه از امریکایی‌ها رو کشته به راحتی میتونه صلح کنه و چشش رو همه چیز ببنده و افغان‌ها رو تنها بذاره توی اونجا و بذاره طالبان هر کاری میخواد بکنه، از این پرزیدنت انتظار داشتن این که بیاد با جمهوری اسلامی رو برکنار کنه و یه رژیم خوب بیاره سر کار تصور واقع‌گرانه ای نیست. به نظر من این فقط یه رویاه. ترامپ فقط به منافع خودش فکر می‌کنه، حتی نه به منافع کلی مردم امریکا. از نظر من که یه ایرانی هستم تو این وضعیت، دو دسته رو دارم می‌بینم اطرافم. یه عده که وضعیت مالی خوبی داشتن، وقتی دلار رفت بالا خیلی خوشحال شدن چون زمیناشون گرون شد، املاکشون گرون شد، ماشیناشون گرون شد و دوست داشتن این روند ادامه پیدا کنه. یه عده هم که بیشتر مردم عادی هستن که نه پولی در بساط داشتن، نه زمینی داشتن، نه مالی داشتن و هر روز تحت فشار بیشتری قرار می گرفتن. این عده دوست داشتن که بایدن بشه چون یه مقدار از اون فشاری که روشونه کم میشه. ولی هر دوی این دو گروه ها از وضعیت رژیم، از این نظام، از وضعیت حکومت ناراضی هن. شاید بخشی از پولهای بلوکه شده ایران تو چندین کشور بخشش آزاد بشه اگه بایدن بشه، ولی با این حال ملت ایران اکثریت میخوان ترامپ تو کاخ سفید بمونه و این مصداق بارز ضرب المثل آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب هست و بارزترین مصداق این ضرب المثل هست. این که بخوایم بگیم که دولت روحانی بخواد با آمریکا رابطه برقرار کنه یا نه، همچین دست خودش هم نیست. یه سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی داره که در دست اون رهبر آقای خامنه‌ای هست، سپاه پاسداران یا خود خامنه‌ای، اینا هیچ کدومشون اجازه نمیدن. این نظام اجازه‌ای به هیچ دولتی در ایران نخواهد داد که بخواد با آمریکا رابطه برقرار کنه. این که حالا مقامات جمهوری اسلامی از آیت الله خمینی تا حسن روحانی و آقای ظریف میان خودشون بی تفاوت نشون میدن، این که میخوان یه طوری چیکارن که انگار براشون فرق نمیکنه. خب این به نظر من فقط ظاهر قضیه است، ولی در حقیقت اونا الان جشن گرفتن برای خودشون، خوشحالن برای اینکه داره بایدن جلو افتاده. صدای تعدادی از مخاطبان ما بود که صداشون یا تصویرشون رو برای ما فرستاده بودن. ما هم مثل شما همچنان منتظر هستیم تا در چند ایالت کلیدی همزمان با صبح شرق آمریکا نتایج اعلام بشه. به محض اینکه اون نتایج اعلام بشه و وارد سیستم ما بشه، اون رو با شما در میان خواهیم گذاشت. اما دیشب جو بایدن نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صحبت کرد و گفت مأموریتی مردم آمریکا به او دادن تا رهبری بکنه و از همین حالا جلسات خودش رو به همراه کاملا هریس آغاز کرده و داره شرکت میکنه. اما هنوز او به طور قطعی رئیس جمهوری آمریکا نیست و دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا که او اصرار داره که هنوز این انتخابات رو نباخته. او گفته که اخطار داده به آقای بایدن که نباید زودتر از موعد اعلام پیروزی بکنه چون شکایت‌های حقوقی تیم او آغاز شده. تصاویری که می‌بینید هم همچنان نشون میده که شمارش آرا و بررسی آرای پستی که کار ظاهراً زمانبری هم هست همچنان ادامه داره در آمریکا. عملاً آرای پستی باز میشه، امضاها، آدرس و تمامی مسائل مربوط به اون چک میشه و تعداد زیادی هم آرای الان وجود داره که اشکالاتی داشته، از جمله این که مثلا آدرس یا در واقع شخص رو نتونستن به درستی شناسایی بکنن. بعد از اینکه آرای پستی شمارش بشه تازه شمارش اون آرا آغاز خواهد شد. همونطور که میبینید مشغول شمارش آرا هستند، آرای پستی، و قرار هست اونطور که به رسانه ها اعلام شده تا ساعتی دیگر در این چند ایالت کلیدی که منتظر نتایج هستیم، نتایج جدیدی اعلام بشه و نتایج
شمارش شده از آرای پستی که عملا ممکن هست و تنها ممکن هست شرایط رو تغییر بده. گفته میشه تعدادی از رسانه‌های آمریکایی آماده هستند تا عملا بعد از اینکه این نتایج اعلام شد، نتایجی که تا چند ساعت آینده اعلام خواهد شد، اون وقت اونها مشخص بکنند که رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده آمریکا از نظر این رسانه‌ها چه کسی است. چون دو حالت داره، یا باید اون فردی که تصمیم میگیره یا به او گفته میشه که باخته انتخابات رو اعلام بکنه و شکستش رو بپذیره، یا اینکه رسانه‌های آمریکا باید اعلام بکنن که از نظر اونها دیگه راهی برای رسیدن دیگر رقیب وجود نداره. و به همین دلیل هست که در 4-5 ایالت کلیدی، جورجیا، پنسیلوانیا، آریزونا و نوادا، همچنان ادامه داره شمارش و که در همه این ایالت‌ها جو بایدن پیش است. همزمان البته در کارولینای شمالی که در اونجا آقای ترامپ پیش است، اونجا هم هنوز ادامه داره. آقای ترامپ با 76,000 رأی در کارولینای شمالی پیش است، 96% آرا شمرده شده. اون هم ایالتی است که سال 2016 به آقای ترامپ رأی داده. اما از